دبیرخانه هیئت دولت عراق بخشنامه جدیدی در خصوص ورود زائران اربعین حسینی صادر کرده و با ورود چهار هزار زائر ایرانی موافقت نموده است. به گزارش خبرگزاری ها متن بخشنامه به شرح زیر است. بنا توصیه نخست وزیر و رئیس کمیته عالی بهداشت و سلامت ملی عراق این کمیته بهداشتی مصوبه جدیدی را در خصوص ورود زایران به عراق به مناسبت زیارت اربعین حسینی صادر کرده است. یک فرودگاه های بین المللی بغداد و نجف اشرف تنها به ورود زائران اختصاص یابد. دو، آروادی به صورت مستقیم از سوی حیات های که در خارج از کشور صادر شود و اقامت در عراق تا تاریخ ده اکتبر می باشد. سه، از هر کشور حد اکثر 1500 زائر می تواند وارد عراق شوند که باید از طریق شرکت های گردشگری مورد اعتماد انجام گیرد و مسئولیت خروج آنها از کشور نیز به عهده این شرکت هاست. چهار موافقت با ورود 250 موکب ایرانی به داخل کشور عراق به شرط اینکه شمار زائران از هر موکب بیش از 10 نفر نباشد. و تنها از گذرگاه مرزی زرباتیه مهران وارد شوند. همچنین 1500 ظاهر می توانند به صورت هوایی از فرودگاه های فوق و ذکر وارد عراق شوند. 5. باید مراکزی برای صدور اقامت و روادی در گذرگاه مرزی زرباتیه برقرار شود تا در موارد استراری مشکلات را برطرف کرده و تمامی اقدامات لازم را انجام دهند. 6. آرابادید برای کسانی صادر می شود که دارای گذرنامه معتبر باشند. هفت، افزایش شمار سیستم ها در مراکز اقامت و گذرنامه در گذرگاه زرباتی مهران و فرودگاه های بغداد و نجف اشرف. هشت، زائران باید در مراکز اقامت و گذرنامه آزمایش پی سی آر ارائه دهند و مطمئن شوند که نتیجه آزمایش منفی است، حتما آزمایش 72 ساعت قبل از ورود به فرودگاه های انجام گیرد. 9. فرماندهی عملیات مشترک مسئولیت استقرار نیروهای نظامی لازم در گذرگاه مرزی زرباتی مهران را به عهده می گیرد. در همین حال ستاد ملی کرونا در ایران که تصمیم گیری نهایی در این گونه مسائل را بر عهده دارد هنوز مجوز زیارت اربعین حسینی را صادر نکرده است و بر اساس گفته های مسئولان بعید است چنین مجوزی صادر شود حتی دبیر ستاد اربعین ایران گفته بود که اگر عراق هم ظاهر بپذیرد ستاد مبارزه با کرونا اجازه اعزام نخواهد داد